روزنامه اشت صبح: نیروهای دولتی از ولسوالی در زاب جوزجان عقب نشینی می کنند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. اشت صبح: مقام های محلی ولایت جوزجان تایید می کنند که نیروهای دولتی در حال عقب نشینی از ولسوالی در زاب ولایت جوزجان هستند. عبدالمعروف آذر، سخنگوی والی جوزجان، روز دوشنبه 9 جدی به روزنامه اشت صبح گفت که تصمیم عقب نشینی نیروهای امنیتی از ولسوالی در زاب جوزجان بر اساس فیصله مردم روی دست گرفته شده است. سخنگوی والی جوزجان همچنان گفت که چند پیش باشندگان ولسوالی در زاب در یک تجمع 2000 نفری خواهان اعلام آتش بس شدند، اما گروه طالبان به این درخواست پاسخ مثبت نداد. معروف آذر میگوید که پس از آن که طالبان به مردم جواب رد دادند، آنها به دولت مراجعه کردند و خواهان عقب نشینی از منطقه شدند. با گفته او، حضور جنگجویان گروه طالبان از یک سو و استفاده این جنگجویان از خانه های مردم به عنوان سپر دفاعی از سوی دیگر میزان آسیب پذیری مردم را بالا برده بود و به همین دلیل تصمیم گرفته شده است تا نیروهای دولتی از این ولسوالی عقب نشینی کنند. عبدالمعروف آذر همچنان گفت که قرار از روز دوشنبه 9 جدی نیروهای امنیتی به صورت کامل از ولسوالی درزاب به مرکز فراخوانده شوند. طبق معلومات سخنگوی والی جوزجان، بخشی از نیروهای مستقر در ولسوالی درزاب پیش از این به مقر فرماندهی قلودی 209 شاهین در شمال ولایت منتقل شدند. هرچند معروف آذر در مورد شمار نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی درزاب جزئیات نداد، اما در اول ماه جدی قلوردی 209 شاهین شمار این نیروها را 300 نفر گفته بود. سخنگوی والی جوزجان میگوید که نیروهای امنیتی در تدارک برنامه عملیاتی برای بازپسگیری ولسوالی های جوزجان خواهند بود و احتمال دارد که این عملیات در بهار سال آینده اجرا شود. ولسوالی درزاب در 105 کیلومتری جنوب غرب شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان موقعیت دارد. این ولسوالی در شرق با ولسوالی سیاد سرپل، در جنوب غرب با ولسوالی بلچراغ فاریاب و در شمال با ولسوالی قوشتیپه جوزجان هم سرحد است. درزاب از ولسوالی های نامن جوزجان به شمار می رود. همچنان یک خبر دیگر از طلوع نیوز: جان باختن 14 نیروی امنیتی در حمله طالبان در جوزجان. سخنگوی والی جوزجان میگوید که این حمله بامداد امروز دوشنبه در ولسوالی فیض آباد این ولایت رخ داد. در یک حمله طالبان در ولایت جوزجان در شمال افغانستان 14 تن از نیروهای امنیتی جان باختند و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. مقام های محلی جوزجان این خبر را تایید می کنند و می گویند که این حمله بامداد امروز دوشنبه از سوی گروهی از جنگجویان طالب بر یک پاسگاه امنیتی در ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان انجام شد. معروف آذر، سخنگوی والی جوزجان، به طلوع نیوز گفت که از 2 تن از نیروهای امنیتی که در این پاسگاه مستقر بودند تا کنون خبری در دست نیست. این در حالی است که یک هفته پسین میدانهای نبرد در بخشهای از کشور به ویژه در شمال و جنوب گرم شده است و در آن در پهلوی تلفات سنگین به شورشیان نیروهای دولتی نیز تلفات دیدند. بر اساس گزارش ها، روز سه شنبه هفته گذشته 10 تن از نیروهای ارتش در بلخ، روز یک شنبه 10 تن از نیروهای در المند و همچنان روز یک شنبه حداقل 17 تن از نیروهای پلیس محلی در یک حمله شورشیان در ولایت بلخ جان باختند. حمله های هوایی امریکا بر گروه کتایب حزب الله عراق. در حمله های هوایی امریکا بر هدف های وابسته به این گروه ها ده تن از اعضایان کشته و زخمی شدند. ایالات متحده امریکا روز یک شنبه مرکز های گروه کتایب حزب الله که از سوی ایران حمایت می شود در عراق و سوریه را توسط حمله های هوایی هدف قرار داد.
امریکا این گروه را مسئول حمله های موشکی 3 روز پیش بر یک پایگاه نظامی این کشور در عراق می داند که یک کشته و چندین زخمی به جا گذاشت. با گفته مناب در حمله های هوایی امریکا بر هدف های وابسته به این گروه 25 تن کشته شدند و 55 تن دیگر زخم برداشتند. اما این گروه هشدار داده است که حمله های بیشتری را بر نیروهای امریکایی در منطقه انجام خواهد داد. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده امریکا میگوید که جنگنده های F-15 ارتش این کشور 5 هدف وابسته به کتایب حزب الله را یک گروه زیر حمایت ایران است در عراق و سوریه آماج قرار دادند. آقای اسپر گفت هدف هایی که بر آنها حمله کردیم شامل 3 هدف در غرب عراق و 2 هدف در شرق سوریه می شوند که مرکزهای فرماندهی و اداره و یا ذخیره گاه های جنگ افزارهای کتایب حزب الله بودند. این حمله ها موفق بودند. خلبانان و هواپیما با ایمنی به پایگاه بازگشتند. این مقام بلندپایه امریکایی هشدار می‌دهد که این آخرین حمله امریکا بر کتایب حزب الله و تنها شیوه حمله نخواهد بود. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا گفت این حمله در برابر یک گروه عراقی انجام شد که نیروهای امریکایی را تهدید می‌کرد. این تهدیدها چندین هفته ادامه داشتند. امروز ما با آنان پاسخ قاطعانه دادیم که آن چرا که رئیس جمهور ترامپ ماها میگفت واضح می‌سازد. این که ما صبر نخواهیم کرد که ایران کارهایی کند که مردان و زنان امریکایی را با خطر روبرو بسازند. هرگاه که خطری باشد ما به تعهدمان به اقدام قاطعانه پابند هستیم. ایالات متحده امریکا سال گذشته 12 درخواست را از ایران مطرح کرد که پایان دادن به حمایت از گروه های عراس افغان بخشی از آن بود. دستبندی شکایت های انتخاباتی 16 نفر شکایت ثبت شدند. بر بنیاد قانون کمیسیون های ولایتی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی 15 روز فرصت دارند که شکایت های ثبت شده را بررسی کنند. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی میگوید که روند دسته‌بندی 16500 شکایت ثبت شده در این نهاد که مربوط تمامی ولایت‌ها می‌شود آغاز شده است. مسئولان این نهاد می‌افزایند که بر بنیاد دسته‌بندی‌های نخستین در حدود 16 گونه شکایت به شمول افزایش یا کاهش آرا به سود یک نامزد و جانبداری کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در روند بازشماری آرا ثبت شدند. نوع شکایت ها تفاوت شمار آرای بایومتریک شده با برگه نتایج: افزایش آرا به سود یک نامزد، کاهش آرا به زیان یک نامزد، انتقال آرای یک نامزد به نامزد دیگر، کاربرد رای پیش از وقت، کاربرد رای پس از وقت، آرای بی بایومتریک، ابطال محل های رای دهی به هیچ علت، ناپدید شدن برگه های نتایج، تغییر در برگه های نتایج پس از بازشماری آرا، آرای مشکوک، شکایت از کارکرد دستگاه های شناخت بایومتریک، شکایت در برابر شکایت غیر موجه، شمارش آرا در غیاب ناظران، تقلب در روند بازشماری. بر بنیاد دستبندی های نخستین ننگرهار با 2321 شکایت بیشترین شکایت ها را دارد. پس از آن کابل با 2300 شکایت و کندهار با 2000 شکایت در جایگاه دوم و سوم جا گرفته است. اما جواز جان با 4 شکایت کمترین شکایت ها را درباره انتخابات ریاست جمهوری دارد. قاسم الیاس دبیر و سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در این باره گفت همکاران ما در بخش ثبت با مشکلات روبرو شدند. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید که زمان برای بررسی شکایت ها در شماری از ولایت ها که سطح شکایت ها در آنها بلند هستند 15 روز تعیین شده که 5 روز از آن نیز گذشته است. بررسی شکایت ها در 10 روز ممکن نخواهد بود. نهادهای ناظر تاکید دارند که باید شکایت ها به گونه درست و با دقت بررسی شوند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت کمیسیون های مرکزی و ولایتی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی کوشش کنند که حد الامکان به نقض قانون متوسل نشوند و کارهایشان را انجام بدهند.
داود علی نجفی رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات نیز افزود اگر به یک تعداد کمی از این شکایت ها وارد باشد سر نتایج انتخابات بسیار تاثیر دارد، ولی اگر این نهاد به وظایفشان عمل نکند دو پیامد دارد. یکی این که کشور را به یک بحران میبرد که کسی جمع کردن نمیتواند، و دوم آخرین میخ را بر تابوت دموکراسی خواهد کوبید. سپاس از این که با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.